سرخط خبرها. الان که نفرات اصلی جریان نبوده خیلی موندن، نفرات اصلی دارن دستگیر میشن، اعترافاتشان حتما باید در تلویزیون بیان، اعترافاتشون واقعا مردم گوش بکنن. علایال ما در بند اول عرض کردم. توصیه وزیر کشور ایران به پخش اعترافات تلویزیونی. رحمانی فضلی میگوید تنها 0.5% جمعیت ایران در اعتراضها شرکت داشتند. حضور هیئت بلندپایه طالبان در تهران. سخنگوی طالبان از دیدار معاون این گروه با وزیر خارجه ایران خبر داد. همزمان با ادامه اعتراض‌های ضد دولتی در عراق، انفجار در 3 منطقه بغداد دست کم 6 نفر را کشت. و هشدار مجدد درباره گرمایش زمین. سازمان ملل میگوید بسیاری از نقاط جهان دچار خشکسالی شدید شدند. سلام، عصر بخیر. خوش اومدید به یک بخش خبری زنده دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. هنوز بر سر تعداد نهایی کشته‌ها و بازداشتی‌های نارامی‌های اخیر در ایران توافقی وجود ندارد. تا اینجا عفو بین‌الملل میگوید کشته شدن بیش از 140 نفر برایش محرز شده. وزیر کشور ایران اما یک بار دیگر تاکید دارد که نه حکومت، که معترضان وقایع خشونت‌آمیز را رقم زدند. عبدالرضا رحمانی فضلی همچنین خواستار پخش اعتراف‌های تلویزیونی شد. وزیر کشور گفت قرار بوده قیمت بنزین چند ماه پیش بالا برود، اما چون طرح لو رفته اجرا نشده. جزئیات بیشتر در گزارش شبنم شعبانی. یک هفته بعد از فروکش کردن اعتراض‌های خیابانی در ایران، وزیر کشور در شبکه یک سیما درباره این اعتراض‌ها صحبت کرد. من به آقای الاسکری زنگ زدم، گفتم آقای الاسکری 500 نفر می‌خوام بیان طرف صدا و سیما. بپرسید آقای الاسکری 500 نفر واقعا با شرایط بسیار نامعمول و شرایط بسیار خاصی. رحمانی فضلی مشابه موضع‌گیری‌های پیشین مقام‌های حکومتی، نارامی‌ها را اغتشاش خواند و تاکید کرده بخشی از مشکل به دخالت خارجی برمی‌گردد. ما به هر حال دشمن داریم، اینم صحبت امروز نیست. 40 سال که دشمنان ما به طرق مختلف از جنگ و تحریم و روش‌ها و شیوه‌های مختلف با ما درگیر بودن و به نحوی خواستن که به هر حال یا کارآمدی نظام را و یا ساختار نظام را دچار اشکال کنند. رسانه‌های خارجی شروع کردن به حمله کردن و شروع کردن به تحریک کردن و تهیج کردن. لیدرهای اینا دستگیر میشه. خب قبلا یک به اصطلاح ملاحظاتی در این زمینه بود. حین اجرا به اطلاعاتی دسترسی شد. رسانه‌های خارجی و عملیات پنهانی که داشتن با تماس‌هایی که با اینا داشتن رصد شد. الان که نفرات اصلی جریان نبوده خیلی موندن، نفرات اصلی دارن دستگیر میشن، اعترافاتشان حتما باید در تلویزیون بیان، اعترافاتشون واقعا مردم گوش بکنن. از آغاز نارامی‌ها تا کنون بارها بحث مرتکبان خشونت در ایران مطرح شده، در حالی که باور عمومی بر این است که سرکوبی حکومت این بار خشن‌تر از پیش موجب خسارت جانی عظیم شده. اما حکومت میگوید که خشونت از میان معترضان برخواسته. مثلا به اصلویه را اینا رفتن اونجا سنگربندی کردن مسلحانه، همه اینا را که میگن سنگربندی کردن مسلحانه و در برخی از موارد با تیربار شلیک میکردن. شرایط در ایران اما هنوز مانند پیش از نارامی ها نیست. در بعضی نقاط نیروهای انتظامی و امنیتی هرچند در ابعاد کوچکتر دیده میشوند و اینترنت به ویژه اینترنت موبایل به شکل کامل در کشور وصل نشده. مهمتر از همه رقم واقعی و نهایی قربانیان روشن نیست. عفو بین الملل در تازه ترین برآورد خود گزارش کرده که شمار کشته شدگان اعتراضات اخیر در ایران به دست کم 143 نفر رسیده، رقمی که احتمال تغییرش کم نیست. وضعیت اغلب بازداشتی ها هم هنوز روشن نیست. حسین نقوی حسینی نماینده مجلس در تازه ترین نشست مشترک دو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شمار بازداشتی ها را حدود 7000 نفر برآورد کرده. در همین حال رهبر ایران هم یک بار دیگر نارامی های ایران را توطئه خطرناک دشمنان خوانده که به زعم او نابود شده. پرونده نارامی های اخیر در ایران احتمالاً اما تا روشن شدن تمام موارد بالا باز خواهند ماند.
اقدامات تازه تر مانند تاکید دولت برای اعترافهای تلویزیونی هم احتمالاً پیچیدگی های این فصل از تاریخ معاصر ایران را بیشتر خواهد کرد. شبنم شعبانی، بی بی سی. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس افتخاری فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر از پاریس با ماست. آقای لاهیجی، عملاً مدتی گذشته از زمانی که این افراد کشته شدند و تعداد دیگر دستگیر، ولی عملاً حاکمیت قصدی ظاهراً نداره برای اینکه اعلام بکنه که چه تعداد کشته شدند، چه تعداد دستگیر شدند، بازداشتی‌ها در چه وضعیتی هستند. اصولاً باید امیدی داشت به اینکه حاکمیت این کارو بکنه یا نه؟ فکر نمی‌کنم. ببینید، ما با یک رژیمی سر کار داریم که 31 سال پس از کشتار بزرگ زندانیان سیاسی هنوز حاضر نیستن کوچکترین، نه فقط بگم قبول مسئولیت بکنن، حتی کوچکترین خبری به مردم ایران، حتی محل دفن کشته شده ها رو به خانواده های اونا بدن. یعنی ما با یک نظامی سر و کار داریم که فکر میکنه با کتمان حقیقت، فکر میکنه با فرافکنی. از یک طرف میگن که تمام شده، ما همه رو سرکوب کردیم، اوضاع آرامه، و از طرف دیگه ظرف یک هفته 3 بار رهبر جمهوری اسلامی سخنرانی میکنه. بنابراین نشون میده که جامعه ایران در یک مسیر تازه افتاده. توجه داشته باشیم کسانی که الان توی زندان ها هستن، هفته پیش من در همین برنامه عرض کردم بین 3 تا 4 هزار تن، با خبرهایی که به من رسیده بود، به ما رسیده بود، امروز دیدید که خودشون به طور ضمنی گفتن که بیش از 7 هزار نفر دستگیر شدن. در ارتباط با قربانیان هم همینطور، اگر هفته پیش رقم حدود 120 تا بود، الان از 140 تا هم بالاتر رفته. در مقابل که همچین توطئه سکوت، در شرایطی که یک هفته تمام اینترنت قطع بود و میدونید که هنوز هم اینترنت از طریق موبایل عملی نیست در ایران، یعنی هنوز وصل نشده، معاون وزارت ارتباطات هم گفته که بله این واقعیت داره. خب در مقابل یک چنین توطئه سکوت که پشت درهای بسته مردم رو میکشند و هزاران نفر رو به زندان میاندازند، خب مسلم است که حاضر نیستن حداقل خبر رو به مردم ایران یا به جامعه جهانی بدهند. در سالهای بعد از 88 که واقعه کهریزک اتفاق افتاد، حاکمیت یا مسئولان مرتبط بارها گفتند که درس گرفتن از اون اتفاق و عملا این اتفاق دیگه تکرار نخواهد شد، اما باز گزارش های چندان مناسبی از وضعیت نگهداری بازداشت شده ها هم شنیده نمیشه. تا اینجای کار که شما پیگیری کردید، خودتون چه چیزی میبینید؟ آیا حاکمیت درسی گرفته از اون مسئله؟ به هیچ وجه. ببینید، اگر فراموش نکرده باشید، چند روز پیش چه رهبر جمهوری اسلامی چه رئیس جمهور گفتن اینا یه تعداد اندکی بودن. امروز اگه یک بار از یک طرف رئیس وزیر کشور میگوید که فقط در 100 نقطه تهران درگیری بوده، حالا میدونید که ابعاد درگیری و تظاهرات و اعتراضها در کرمانشاه و در خوزستان به مراتب بزرگتر و وسیع‌تر بوده از تهران. از یک طرف اینها رو میگن، و از طرف دیگه هم فوراً مطابق معمول موضوع رو منتسب میکنن به خارج، چه قدرت‌های خارجی چه گروه‌های اپوزیسیون در خارج، و نمیخواهند بپذیرند که این کسانی که الان 7-8 هزار نفری که دستگیر شدند، این 2-300 نفری که کشته شدند، اینها نسلی هستند که بعد از ظهور جمهوری اسلامی متولد شدند. یعنی اینها نسلی هستند که غیر از جمهوری اسلامی چیزی ندیدند. و وقتی در مقابل این همه فشار، در مقابل این همه فساد، در مقابل این همه مضیقه بیکاری که خودشون تایید میکنن که ما به 60 میلیون نفر باید یارانه بدیم، 60 میلیون نفر یعنی 75% مردم ایران، خب در یه همچین شرایط و اوضاع احوالی دیگه موضوع مثل سال 88 فقط جنبه سیاسی نداره، در ارتباط با در حال انتخابات متقلبانه که برگزار کردن. الان نه، الان یک جنبشی است با ابعاد بزرگ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، که من فکر میکنم مقامات جمهوری اسلامی هم فکر میکنم به این واقعیت رسیدن. از لابلای کلماتشون پیداست که در آینده، حالا نزدیک یا میان مدت، 2 مرتبه از این جنبش‌های اعتراضی جامعه ایران زیاد به خودش خواهد. ممنونم از شما آقای لاهیجی. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان.
مقام‌های آمریکایی میگویند با دقت تحولات در ایران را دنبال می‌کنند. مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا دیروز در نشستی خبری با رسانه‌ها گفت که مردم ایران حدود 20 هزار پیام درباره اعتراض‌ها به صفحه تلگرام وزارت خارجه آمریکا فرستادند. هفته پیش حکومت اینترنت را قطع کرد که نگذارد حقایق به بیرون بیاید. من از ایرانی‌ها خواستم به آمریکا پیام بفرستند تا ما بتوانیم بدرفتاری‌های حکومت ایران را عیان کنیم و تحریم کنیم. تا امروز حدود 20 هزار پیام، فیلم، عکس و یادداشت از طریق کانالمان در تلگرام دریافت کرده ایم. امیدوارم ادامه داشته باشد. ما هم به تحریم مقام‌های ایرانی که مسئول این موارد نقض حقوق بشر هستند ادامه می‌دهیم. همانطور که هفته گذشته وزیر ارتباطات ایران را تحریم کردیم. آقای پومپئو همزمان قتل مسعود مولوی در ترکیه را به حکومت ایران منتسب کرد. گزارش شده که آقای مولوی سه‌شنبه شب گذشته در استانبول با تیر کشته شده. گفته می شود او مدیر کانال افشاگر جعبه سیاه در تلگرام بوده که مطالب زیادی علیه رهبر ایران منتشر می کرد. وزارت خارجه ایران گفته بود منتظر گزارش نهادهای امنیتی ترکیه درباره قتل اوست. رژیم ایران بی‌رحمی‌اش را به خارج از مرزهایش هم صادر می کند. هفته پیش یک ایرانی مخالف مسعود مولوی در استانبول ترور شد، بعد از اینکه از ایران به ترکیه گریخت. قتل آقای مولوی یک مثال فاجعه بار دیگر از رشته طولانی ترورهای خارج خاک ایران است که ایران مظنون آنهاست. وحشیگری و پلیدی رژیم ایران هیچ مرزی نمی‌شناسد. هیئتی از گروه طالبان به تهران سفر کرده و با مقام‌های ارشد این کشور از جمله محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کرده. در خبرنامه سخنگوی طالبان آمده که دو طرف در مورد راه‌های حل مسالمت‌آمیز مشکلات افغانستان و اوضاع جاری به تفصیل صحبت کردند. رسانه‌های ایرانی هم گزارش دادند که مقام‌های این کشور برای گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های متفاوت ابراز آمادگی کردند. همکارم علی حسینی از کابل به ما پیوسته. علی، از جزئیات این سفر چه می‌دانی؟ هیئت طالبان بلند پایه بوده به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر. اطلاعاتی که گروه طالبان اعلام کردن به صورت کلی است، از جمله گفتن که دو طرف در رابطه با راه‌های حل مسالمت‌آمیز معضل افغانستان صحبت کردن، در رابطه با مشکل مهاجرین هم صحبت کردن. گروه طالبان گفته که مقام های ایرانی تعهداتی هم سپردن به گروه طالبان، مشخصا هم نگفته چه زمینه، حال در رابطه با مسئله مهاجرین و راه حل های موزل افغانستان. اما آنطور که رسانه های ایرانی از وزارت خارجه ایران نقل کردن جزئیات بیشتری بوده، از جمله اینکه این دیدار در راستای تلاش های جمهوری اسلامی برای بازگشت صلح و ثبات در افغانستان بوده. هدف این دیدار این بوده که ترغیب کنه طرف های جنگ افغانستان به گفتگو و تشویقشان کنه که مسئله افغانستان از راه گفتگو حل کنند. و همچنین نکته نسبتاً مهمی که در اعلامیه وزارت خارجه ایران دیده میشه این است که حمایت از تمام نیروهای افغان برای یافتن فصل مشترک همکاری در بیرون رفتن نیروهای خارجی از افغانستان و تأمین امنیت افغانستان پس از خروج نیروهای خارجی از این کشور. علی، آیا میدونیم که اصولا هدف گروه طالبان چه بوده از سفر به ایران؟ ببینید، هر دو طرف اهداف خودشان را داره. جمهوری اسلامی به این نظر است که گروه طالبان گروهی است که آمریکا را در افغانستان به چالش کشانده و همچنین با گروه داعش که در افغانستان چند مدتی پیدا شده بود و فعلا کمی خبرها از او به گوش از داعش به گوش میرسه جنگیده و در عین حال به عنوان نیروی نگاه میکنه که امکان داره در آینده افغانستان قدرتی داشته باشه، نقشی داشته باشه. با این نگاه نگاه میکنه، به همین خاطر میزبانی اش را تا بال دست کم دو بار بر عهده گرفته، این هیئت دو بار به تهران سفر کرده. از طرف دیگر طالبان هم به دنبال جلب حمایت کشورهای منطقه است، به همین خاطر به پایتخت‌های مختلف کشورهای منطقه سفر کرده و از نظر دیپلماسی هم برای چهره این گروه میتونه مثبت قلمداد شه. به همین خاطر به تهران رفته، پاکستان رفته، ازبکستان رفته، روسیه رفته و برخی دیگر از کشورها. ممنونم از عدلی علی حسینی همکارم از کابل. به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به خبرهای مهم روز. نفرات اصلی جریان رابطه خیلی موندن، نفرات اصلی دارن دستگیر میشن، اعترافاتشان حتما نباید در تلویزیون بیان، اعترافاتشون واقعا مردم گوش بکنن.
علایال ما عبدالرضا رحمانی فضیلی وزیر کشور ایران از عملکرد نیروهای نظامی و امنیتی در اعتراضهای اخیر دفاع کرده و خواسته تا اعترافهای آنها از تلویزیون پخش شود. سخنگوی طالبان گفته که هیئت بلندپایه این گروه به سرپرستی ملا برادر رئیس دفتر طالبان در قطر به ایران سفر کرده و با محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کرده. در ادامه برنامه بعضی‌هاشان خیلی با خوشحالی طرف ما اشاره میکنن که عالی است، خیلی خوب است. رانندگان زن پشت فرمان بعد از 3 دهه 4 زن افغان مجوز مسافرکشی گرفتند. گزارش شده که دست کم 6 نفر در انفجارهای همزمان در 3 نقطه بغداد پایتخت عراق کشته شدند و بیش از 10 نفر هم زخمی. این انفجارها در میانه اعتراضهای ضد دولتی در عراق رخ داده. هنوز معلوم نیست چه فرد یا گروهی پشت انفجارها بوده. اعتراضها در عراق وارد 6th hour شده. امروز در آخرین دور درگیری‌ها 2 معترض در جریان تیراندازی نیروهای امنیتی کشته شدند. اینجا در استودیو همکارم نفیسه کوهنورد به ما پیوسته. نفیسه، این راجع به این انفجارها چه میدونیم، چه شد، چه گروهی مسئولیت اون رو به عهده گرفته؟ هیچ گروهی مجید تا این لحظه به عهده نگرفته و نکته جالبش همین همزمانی این انفجارها در 3 نقطه مختلفه. چون اگه انفجارهای گذشته بغداد رو نگاه بکنیم، معمولا انفجار چند انفجار متوالی در 1 نقطه اتفاق می افتاد که معمولا هم داعش در این چند سال گذشته مسئولیتش رو به عهده گرفته یا از طرف مسئولان امنیتی داعش به عنوان متهم یا عامل این انفجارها شناخته شده. در این انفجارها مشخصا فعلا هنوز اسمی در میان نیست و نکته‌ای که الان خیلی از تظاهر کننده ها مطرح میکنن اینه که آیا این اقدامات ممکنه برای این باشه که حالا تظاهرات رو کنترل بکنن و مردم رو از این بترسونن، اعتراض کننده ها رو از این بترسونن که اگر به خانه هاشون نرن فضا رو برای فعالیت گروه های رادیکال میتونن فراهم بکنن، چیزی که در سال 2011 اتفاق افتاد در ادامه تظاهراتی که در اون زمان در شهرهای سنی نشین اتفاق افتاد. عملا داعش از دل این تحرکات بیرون اومد و اجازه رشد پیدا کرد اونطور که حالا تاریخ عراق هم نشون میده. برای همین خیلی ها الان متهم میکنن این که شاید از طرف دولت باشه. ما نمیتونیم مستقلا همچین چیزی بگیم، ولی به هر حال این چیزی که از طرف تظاهر کننده ها مطرحه، گرچه نیروهای امنیتی هم هشدار میدن که هسته های پنهان داعش میتونن به راحتی از این فضا استفاده بکنن یا گروه های رادیکال دیگه. 6 هفته هم هست که معترضان در خیابان ها هستن. عملا به چه بخشایی متمرکز شده این تظاهرات؟ بیشتر یعنی کلا فعلا در مناطق شیعه نشینه و جالب این که از شب گذشته با اینکه بارها دولت اعلام کرده که زمان به پایان دادن این اعتراض ها فرا رسیده و وعده حتی اصلاحات بیشتر داده، قانون انتخابات رو تغییر دادن، اعلام کردن که دارن تغییر میدن، وعده دادن خدمات دولتی بیشتر اعلام کردن، ولی الان از دیشب در راه های منتهی به کربلا، نجف، زیقار و بصره بسته شده، راه‌های بنادر بسته شده که با آتش زدن تایرهای چرخهای ماشین دارن این کار رو انجام میدن و نخست وزیر عراق ولی گفته که دیگه بردباری به خرج نخواهیم داد، در نتیجه انتظار میره که دوباره خونین بشه. ممنون ازت نفیسه کوهنورد. اینجا در استودیو یک گزارش جدید میگوید دمای کره زمین رو به افزایش است و برای جلوگیری از فاجعه اقلیمی فرصت چندانی باقی نمانده. سازمان ملل میگوید ظرف 1 دهه آینده میزان گازهای گلخانه‌ای در جهان باید سالی بیش از 7% کاهش پیدا کند تا کره زمین بیشتر از 1.5 درجه سانتیگراد گرم نشود. اما همین حالا هم افزایش دما تاثیر خود را داشته و خشکسالی بسیاری از نقاط جهان را فرا گرفته. زیمبابوه در جنوب آفریقا یکی از این کشورهاست که خشکسالی شدید زندگی شهری و روستایی رو در اونجا تهدید میکنه. گزارش استیف ساکر رو ببینیم. وقتی رودخانه زامبیزی پر آب است میتوان فهمید چرا دیوید لیوینگستون جهانگرد معروف قرن 19 آن را به منظری برای فرشته ها تشبیه کرده بود. اما حالا آبشار ویکتوریا به این روز افتاده. این چهره خشکسالی جنوب آفریقا است که به درازا کشیده. حجم آب رودخانه به 1/3 کاهش پیدا کرده.
اینجا یکی از نقطه هایی بود که میشد آبشار رو تماشا کرد، ولی دیگه از اون منظره خبری نیست. درسته، هر سال از حجم آب کم میشه و ممکنه یه روزی برسه که هیچ آب و آبشاری نباشه. دو ساعت دورتر از آبشار ویکتوریا پارک ملی وانگی است. زمینی در حال مرگ از تشنگی. وانگی بیشترین شمار فیل‌ها در کل آفریقا را دارد. نمیدونم میبینید یا نه، چند تا فیل یه خورده اونورترن. هر فیل روزی حدود 300 کیلو غذا لازم داره. وقتی خشکسالی مثل حالا شدیده، مجبورن مرتب در حال حرکت برای پیدا کردن غذا باشن. خشکسالی جان میگیرد. تنها در دو ماه گذشته 200 فیل از گرسنگی مردند. تلمبه های خورشیدی مانع از خشک شدن برکه های کوچک آب میشوند. اما در شرایط شدید خشکسالی جمعیت فیل های اینجا پایدار نیست. تغییرات اقلیمی واقعیه. درخت ها نابود شدن. پوشش گیاهی از بین رفته. در زمین های خشک بیرون پارک هم ادامه زندگی برای کشاورزان به چالشی هر روز تبدیل شده. تغییرات اقلیمی انسان و حیوان را مقابل هم قرار داده. این یکی از تصاویر دلخراش از کشاورزانی است که در تلاش برای دفاع از زمین‌هایشان در مقابل فیل‌ها زیر پای حیوانات له شدند. خشکسالی طولانی بحرانی است که به شهرها هم رسیده. در محله پرجمعیت امباره در حراره پایتخت زیمبابوه هیچ امکاناتی برای مقابله با این بحران نیست. ماه هاست که از آب لوله کشی خبری نیست. خطر شیوع وبا و حسب جدی است. اما شبها اوضاع از این بدتر است. کمبود نیروگاه قطعی برق را اینجا به امری عادی بدل کرده. امباره در تاریکی فرو رفته. مردم زیمبابوه سال هاست که با سوء مدیریت و فروپاشی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند. خشکسالی پیدا کردن راه چاره را از این هم سخت‌تر کرده. ایوان، شب وقتی برق قطع شده و هیچ نوری نیست، تو و بچه‌هات احساس امنیت می‌کنید؟ نه اصلا، خونه بعضی ها رو دزد زده. این منطقه پر از دزده، به خاطر همین وقتی برق میره اصلا امنیت نداریم. ایوان مگومبه و نه فرزندش در نور شمع دور هم جمع می شود. وضعیت فعلی زیمبابوه تاریک است، اما آیندهش ممکن است از این هم تیره تر باشد. استیون ساکا، بی بی سی نیوز، هراری. چین از احتمال وضع مالیات بر کربن در اتحادیه اروپا انتقاد کرده. معاون وزیر محیط زیست چین گفته که چنین مالیاتی باعث میشه که قیمت محصولات چینی در اروپا بالا بره. به گفته چینی‌ها وضع مالیات بر کربن همچنین به ضرر تلاش‌های جهانی برای کاهش دی اکسید کربن و دیگر گازهای گلخانه‌ای است که حرارت زمین رو بالا می‌بره. اینجا در استودیو سیاوش اردلان همکارم با ما هست. سیاوش، اصولا مشکل چین با این بحث مالیات بر کربن در اتحادیه اروپا چیه؟ با توجه به اینکه میدونیم جهان عرصه فروش محصولات چینی هستش، تراز تجاری بین چین و اتحادیه اروپا بسیار بالاست، چیزی بالغ بر 500 میلیارد دلار در سال، و بخش زیادی از اون محصولات چینی هستن که به اتحادیه اروپا صادر میشن. چینی ها نگران هستن که اگر مالیات بر کربن وضع بشه، قیمت محصولاتشون در اتحادیه اروپا بالا خواهد رفت، بنابراین خرید محصولاتشون کمتر خواهد شد و این به ضرر تجارتشون با اتحادیه اروپا خواهد بود. و این مالیات بر کربن دقیقاً چی هست؟ اتحادیه اروپا داره مدتی این بحث رو در نظر میگیره که یه قانونی رو وضع بکنه که برای هر جنسی که شما میخرین به خاطر آلودگی که اون جنس ایجاد میکنه یک مالیاتی بگیرید، یک تعرفه‌ای رو وضع بکنید. در اینجا منظور از آلودگی اون مقدار کربن، دی اکسید کربنی هستش که به خاطر تولید اون محصول وارد جو زمین میشه. میدونیم دی اکسید کربن الان ماده خیلی خطرناکی قلمداد شده که در کنار گازهای گلخانه دیگه زیادش باعث بالا رفتن حرارت زمین میشه، سیل، خشکسالی، طوفان‌های شدید، آتش‌سوزی‌ها و تمام بحث‌های بد اقلیمی رو پیش میکشه. برای مهار این قضیه میخوان که محصولاتی رو که کربن زیادی رو تولید میکنن این رو تعرفه بیشتری بگیرن که مردم تشویق بشن سعی بکنن یا این محصولات رو کم بکنن تولید کربنش رو، یا اینکه محصولات دیگه ای تولید بکنن که کربنش زیاد نباشه. چین اصولا میگه که اروپایی‌ها بیشتر گازهای گلخانه‌ای تولید میکنن و حرفش چیه؟
بحث عدالت اقلیمی هستش. اروپا گازهای گلخانه‌ای بیشتری نسبت به چین تولید نمی‌کنه. چین تولید کننده اول گازهای گلخانه‌ای است، اولین تولید کننده کربن و دیگر گازهای خطرناک گلخانه‌ای که باعث گرم شدن جو زمین میشن. اما چین میگه از لحاظ تاریخی، شما از انقلاب صنعتی رو تا الان در نظر بگیرین، اروپایی‌ها سهم بیشتری در تولید گازهای گلخانه‌ای داشتن، که بسیار درست هم هست. غرب، اروپا و آمریکا سهم بسیار بالایی داشتن. اون بحث کشورهای رو به توسعه مثل چین و جهان سوم هست که نگاه بکنیم به سهم تاریخی. اما کشورهای رو به توسعه میگن الان به طور مطلق کی داره بیشتر از همه دی اکسید کربن تولید میکنه و سهم چین در این میان از همه بالاتر هست. ممنونم ازت سیاوش. سیاوش اردلان همکارم اینجا هست. پس از حدود 3 دهه، 4 زن برای اولین بار در کابل پشت فرمان وسایل نقلیه عمومی قرار گرفتند. این زنان پس از فراگیری آموزش‌های لازم از میان 100 داوطلب گواهی نامه گرفتند. خلیل نوری خبرنگار BBC که یک روز رو با این راننده‌ها گذرونده، میگه رانندگی در جاده‌های پرترافیک کابل برای این زنان بی دردسر هم نیست. حرکت به سوی روشنایی. راننده زن برای مسافران زن. سفرشان از خانه تا محل کار و درس و بازگشت به خانه رایگان است. رنگ بسها گلابی یا صورتی نیست، اما برنامه آزمایشی پینک شتل از سوی یک نهاد ایتالیایی این اتوبوس‌ها را زنانه کرده. با این کارم می‌خوام که یک گلگو باشم در بین خانم‌ها. بار اول است در کابل با بس سفر می‌کنم که راننده شک زن است. نگاه رهگذران به راننده زن با تعجب و تردید همراست. اما زنانی که آنجا در سیت‌های عقب نشستند میگن حس راحت دارند و میتونن روی مسائل صحبت کنند که جرأت نمیکنند در مقابل یک راننده مرد صحبت کنند. رانندگی زنان در افغانستان هنوز عادی نشده، اما برخلاف گذشته شمار زنانی که پشت فرمان مینشینند انگشت شمار نیست. صدها زن از اداره ترافیک جواز رانندگی گرفتند. عجیب لبخند زیبا. مسئله تنها نگاه های عجیب و غریب مردم نیست. کنایه و نشخند هم بدرقه راهی این رانندگان است. بعضایشان خیلی با خوشحالی طرف ما اشاره میکنن که عالی است، خیلی خوب است. واقعا بعضایشان اگر شیشه پایان باشه صدا میکنه بسیار عالی، آفرین. و بعض اوقات وقتی که خانم ها ما را میبینن خیلی خوشحال میشن، میفهم لبخند میزنن، از آقایان خدا میفهمن که خوش میشن یا نمیشن. یک مربی مرد از این گروه نظارت میکند تا در حل مشکل فنی کمکشان کند. هرچی باشد هدف این است زنان خود ارتباط ایجاد کنند و صاحب کار مستقل شوند. تجربه ای که ما از این وظیفه پیدا کردیم، حاضر به این هستم میخواییم یک شرکت بر خود جور کنم، از این موترهای بیشتری داشته باشم. یک سهولت برای خانم ها هست، نه تنها برای خانم ها، برای آقایان هم هست. میتونن بسیار به اعتماد کامل دخترشان، خانومشان وقتی وارد موتر ما میشه اعتماد میتونن بکنن. در پایتخت نبود سیستم ترانسپورتی منظم گاه ساعتها زنان را روی جاده منتظر نگه میدارند. این برنامه توانسته گروهی از زنان را از این چشم براهی نجات بخشد. برنامه ای که تا نوروز است. بعدش به فعالیت تجاری زنان افغان مبدل شده و راهی نهاد خارجی جدا می شود. خلیل نوری، BBC، کابل. ممنون از همراهیتون در این بخش خبری. تا دقایق دیگه با خلاصه خبر باشم.